دستان شماست. Thirty-two years ago, extremists hijacked Iran. But they did not represent the Iranian people who were stripped of their freedom and basic human rights by a totalitarian regime that imprisons, tortures, and kills its people simply for wanting a better life. Today, our security is also being threatened by this same regime. But it wasn't always that way. Historically, Iran was called Persia and was the first civilization to put human rights into law. And before the Islamic Revolution, Iran was a growing, thriving center of culture and industry. Now, 80 million Iranians are trapped under a repressive and dangerous regime, and they want change. They want peace, democracy, and human rights, and they're ready to make it happen themselves. But they need your help. Support the new Iran and help build a better, safer world for all of us. Learn more. Take a stand. Choose a side. TheNewIran.com. با درود به همیهنان عزیزم، ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز سیمای نهاد مردمی رو از استودیوی این سیما در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، در زمینه حال و روز حکومت اسلامی چه باید دیگه بگیم؟ در برنامه امروز باید خدمتون عرض بکنم که اولا مرگ لحظه به لحظه حکومت اسلامی رو با این حکومت فاسد رو که در حال احتضار هست، اقتصادش رو با یکی از فرزندان ایران، فرزندان ایران زمین، یک استاد دانشگاه در رشته اقتصاد بررسی خواهیم کرد. در بخش دوم برنامه جلوه های هرچه تمامتر فرهنگ ایرانی رو، این قامت بلند بالای فرهنگ ایرانی رو در این حال با یک متخصص اقتصاد، یک متخصص نفت امروز بررسی خواهیم کرد. و در بخش سوم برنامه امروز سالگرد کشتار بیرحمانه فروپرها توسط یکی از پشتیبانان نهاد مردمی از اروپا با ایشون مصاحبه خواهیم داشت. قبل از هر چیز اجازه بفرمایید که من آگاهی نامه نهاد مردمی رو در مورد همکاری با تشکل‌های دیگر خدمتتون عرض بکنم که ما اصولاً به چه ترتیب با سازمان‌های دیگه، با تشکل‌های دیگه همکاری خواهیم کرد. برای اینکه دیگه تکلیفمون هم روشن شده باشه، هیئت امنای نهاد مردمی در دو جلسه نهایتاً به این نتیجه رسیدن که این آگاهی نامه رو به اطلاع همه سازمان‌ها و همه هموطنانمون برسونیم. بدین وسیله به آگاهی همیهنان گرامی میرساند که نهاد مردمی با همه تشکل‌های سیاسی و مدنی اپوزیسیون که خواستار برکناری مطلق جمهوری اسلامی هستند، بر اساس توضیحات زیر همکاری و مشارکت می‌نماید. 1. پشتیبانی از بیانیه‌ها و یا فراخوان‌های مشترک که تضادی با هدف و باورهای بنیادین نهاد مردمی نداشته باشند. 2. در پروژه‌های توجیهی، توضیحی
مبارزاتی، همبستگی و غیره که دارای پاسخهای مستند و مستدل به 5 مورد اساسی زیر باشند. الف، هدف و مخاطبین پروژه. ب، مکان یا امکان اجرای پروژه. پ، نیرو، تدارکات و بودجه لازم برای اجرای پروژه. و آخرین، نتایج مورد انتظار از این پروژه ها. نهاد مردمی پس از بررسی و اطمینان از امکان پذیری پروژه های پیشنهادی مشارکت خواهد کرد. بنابراین از همه تشکل‌های اپوزیسیون درخواست می‌شود در صورت تمایل به همکاری با نهاد مردمی، بیانیه‌ها و یا پروژه‌های خود را به ایمیل بخش اجرایی نهاد مردمی به آدرس مدیر@نهادمردمی.com ارسال نمایند. بدیهی است که نهاد مردمی نیز مطابق توضیحات بالا در مواردی همکاری و مشارکت دیگر تشکل‌ها را درخواست خواهد نمود. با مهر، مدیریت اجرایی نهاد مردمی. به این ترتیب ما تکلیفمون دیگه روشن خواهد بود از این پس که با سازمان‌های دیگر به چه شکل ما همکاری خواهیم کرد و همکاری سازمان‌های دیگر رو به چه شکل خواهیم خواست. در این حال انتخابات گروه نظارت بر انتخابات نهاد مردمی، هموطنان عزیز، اونهایی که آشنایی با سیستم نهاد مردمی ندارید، اولا حتما خواهش میکنم به روی سایت نهادمردمی.com یا tni.com برید و ببینید که این سازمان فاندیشنش چطوره. ما این انتخابات آزاد رو در نهاد مردمی در طی 4 سال گذشته تجربه کردیم و از تجربیاتمون نتایج بسیار زیاد و خوبی گرفتیم. به همین خاطر انتخابات هیئت امنای نهاد مردمی که حدود 1 ماه دیگه باید برگزار بشه، این انتخابات همیشه با انتخاب گروه نظارت بر انتخابات، یک گروه 3 نفره انتخابات رو نظارت خواهند کرد. اجازه بدید من ببینم که بله، این گروه نظارت بر انتخابات برای دوره جدید نهاد مردمی، برای انتخاب دوره جدید نهاد مردمی، گروه 3 نفره‌ای هستند که با انتخاباتی در هفته گذشته انجام شد. این انتخابات 1 بار تمدید شد و برای گروه نظارت و نهایتاً این اطلاعیه از طرف نهاد مردمی در اخبارش گذاشته شده. انتخابات گروه نظارت بر انتخابات نهاد مردمی به پایان رسید و 3 هموند گرامی، بانوان شیوا مقدم، سهیلا نکپور و آقای ناصر امینپور، به ترتیب بالاترین رأی را آوردند. خبرنامه نهاد مردمی پیروزی این 3 همرزم گرامی را شادباش میگوید و از مشارکت 5 نامزد دیگر که آرای کافی نداشتند بسیار سپاسگزار میباشد. مجموعاً 8 نفر شرکت کرده بودند و از این 8 نفر 3 نفر انتخاب شدند. اگر که اتاق فرمان این تصویر رو از نزدیکتر بتونین نشون بدین، شاید بد نباشه که هموطنان عزیز با تصویر این 3 نفر آشنایی پیدا بکنه. سپاسگزار هستم و با توجه به اینکه امروز ما برنامه خیلی پرمحتوایی خواهیم داشت، اجازه بدید که سخن رو من کوتاه بکنم و برویم و با دکتر فرخ زندی در تورنتو کانادا با همدیگه صحبتی داشته باشیم. اجازه بدید من جناب فرخ زندی رو یک مختصری معرفی بکنم که البته نیاز به معرفی ندارن. ایشون جناب زندی استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه نیویورک هستند، در یکی از دانشگاه نیویورک. ایشون PhDشون رو در رشته اقتصاد گرفتن و در مدیای ایرانی خیلی خوب ایشون رو میشناسن. من فکر میکنم که نیاز به معرفی زیادی نباشه وقتی که خودشون صحبت خواهند کرد. فقط اینقدر به شما بگم که این فرزندان ایران در جای جای جهان هستند، افتخار می آفرینند برای ایرانیان
و برای جهانیان. فکرشو بکنید، اگر این شخصیت ها روزی به وطن خودمون برگردند، چه آبادانی رو بر اون مملکت خواهند آورد. و به جای این لات و لوتا و به جای این موجودات بی سر و بی پایی که هر روز مردم رو به خیابون ها میکشند به زور و مرگ بر این و مرگ بر اون صدا میزنند، به جای اینکه به سازندگی وطنشون برسند، اینها که از روز اول کوچک مردانی بودند که بر کارهای بزرگ گمارده شدند، امروز بعد از 35 سال ببینید که چه افتضاحی در جهان به بار آوردن. و به جای اونها فرزندان ایرانی در جای جای جهان ببینید که چه افتخاراتی رو برای مملکت ما آوردن، چه خدماتی رو میکنن. امروز آقای دکتر فرخ زندی رو خواهیم داشت. اجازه بفرمایید تا تصویرشون داشته باشیم. به اتاق فرمان شما تصویر آقای زندی رو دارین؟ بله. اجازه بفرمایید تا من بله. خب درود بر شما جناب زندی و بسیار خوشحال هستم که لطف کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. در این حال در اینجا بعد از دکتر جاوید جوان، یکی از شخصیت‌های نهاد مردمی، سپاسگزاری بکنیم که این امکان رو فراهم کردن تا ما بتوانیم با جناب فرخ زندی صحبت داشته باشیم. آقای دکتر زندی، خوشحال هستیم از اینکه امروز در برنامه سیمای نهاد مردمی برای اولین بار شرکت می‌کنید. بسیار سپاسگزارم از دعوت جناب شاه ولایتی و بسیار خوشحالم که در خدمت بینندگان عزیز شما هستم. جناب زندی، در مملکت ما تورم داره کولاک میکنه. اولا که این کسانی که امروز بر سر کار هستند نواده های همون کسی هستند که گفت اقتصاد مال خره است، و امروز پیداست که اقتصاد رو اتفاقا این خرها هستند که میگردانند. اگر که این چنین نبود که تورم ما به این چنین شکلی نمیرسید. این وضعیت تورم این مملکت و اقتصاد این مملکت رو به کجا خواهد رسوند جناب دکتر زندی؟ جناب شاه ولایتی، صداتون نداریم. ایران مسئله دیروز امروز نیست، یعنی از بعد به تشکیل جمهوری اسلامی سیاست‌های اقتصادی همه غلط بوده و در کنارش هم که خب خبر داریم فساد و اینکه اموال مردم مملکت رو به جیبشون بریزن هم خب در حقیقت یک روندی بوده که تا به امروز ادامه داشته. نهایتا این شکلی که ما الان از اقتصاد ایران داریم میبینیم به یک مقطع بسیار خطرناکی میرسه، در به خصوص در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، که ایشون بالاتر از نیمی از کل درآمد نفتی که ایران از بعد به تاریخ، یعنی از زمان کشف نفت در ایران که به زمان قاجاریه میرسه تا به امروز به دست آورده، در زمان ریاست جمهوری 8 ساله ایشون به دست آمد. و ایشون در واقع با سیاست هایی که دنبال کرد مسئله خطرناک و خیلی خطرناکتر و یه به بحران رسوند که امروز ما شاهدش هستیم. در واقع شما در مورد تورم فقط به این قضیه نگاه بکنید، اتفاقاتی که افتاده در این 7-8 سال اخیر به این صورت هست که بانک مرکزی ایران که خب مثل یک بخش دولتی باش رفتار میشه استقلال نداره، در حالی که ما میبینیم که بانک‌های مرکزی کشورهای سطح بالای جهان همه از استقلال بزرگی برخوردار هستن. مثلا فرض فرمایید در سیستم فدرال رزرو مملکت امریکا یا بانک مرکزی کانادا، اینها کاملا مستقل هستن از دولت. و آقای بن برننکی که رئیس چیر فدرال رزرو مملکت اقتصاد مرکز شما در واقع بزرگترین قدرت اقتصادی رو داره بعد از آقای رئیس جمهور اوباما. در ایران و خیلی کشورهای در حال توسعه و در عقب نشینده اینها اون استقلال ندارن و در حقیقت به عنوان یه بخش دولتی باشون رفتار میشه. چیزی که اتفاق افتاد در این 8 سال این بود که دولت آقای احمدی نژاد با فشارهایی که روی بانک مرکزی می آورد و یا سیاست‌های غلط بانک مرکزی،
میزان نقدینگی که اینها به وجود آوردن و عرضه پولی که چاپ کردن به یک حدی رسید که اصلا غیر قابل منطقی است با هر مقیاس جهانی که شما بهش نگاه بکنید. حاصل این طبیعتاً خب تورم هست و موقعی که مثلا فرض بفرمایید که میزان نقدینگی به این حد بالا میره که ما داریم صحبت از صدها درصد میکنیم در این مدت موقعی که این میزان نقدی بالا میره و از تولید داخلی خبری نیست، چون همونجوری که میدونیم تولید بخش خصوصی کمتر و کمتر و کمتر شد و هرچند که سپاه پاسداران قدرت بیشتری گرفت و بنیادهاش کنترل اقتصاد ایران رو به دست گرفتن، طبیعتا بخش خصوصی که میبایستی وجود آورنده اشتغال باشه و تولید بالا ببره، میدونیم که به سمت قهقرا رفت. و در حقیقت اتفاقی که افتاد در کنار مسائل تورمی، مسئله سپاه پاسداران هست که تحت سیاست‌های 8 سال گذشته تبدیل شد به ابرقدرت اقتصادی در ایران و وارد کننده تمام اقلام و اجناسی که ایرانی‌ها بهش احتیاج دارند، درجه جانشین تولید داخلی شد. چون پس موقعی که تولید داخلی از بین میره و میزان عرضه پول و نقدینگی بالا میره، خب نتیجهش خیلی روشن هست که غیر از تورم، اونم تورمی که در یک مقطع خیلی کمی تورم در حقیقت 50% به بالا بود که وقتی شما ببینید به صورت 50% در ماه به بالا داشته باشید، که البته اون حد نیست در ایران، به یک حالت هایپر اینفلیشن بهش دست میده. حالا سپاه پاسداران هم که به قضیه نگاه میکنیم، ببینید که سپاه پاسداران برای اینکه کنترل دست خودش بگیره، ایران تبدیل کرد به یک کشور وارداتی. یعنی ما به جایی که در داخل بتونیم خیلی چیزا رو تولید بکنیم، همه رو از خارج وارد میکنیم. و خب طبیعتاً واضح هست که چرا به این صورت در صورت میگیره، به خاطر که وارد کردن کمیسیون حتما میگیره و این کمیسیون در حقیقت خب به ثروت کسایی که از دست اندر کار هستند میافزاید. این یه قسمتی از قضیه. قسمت دوم، ببخشید من حرف ناراحت میکنم، وقتی که حالا به فرمایشاتون ادامه بدید، ولی وقتی که این تورم با بیکاری همراه میشه، چون خود این گرفتاری رو که سپاه پاسداران ایجاد کرد و این سیستم حکومتی عقب افتاده، کاری که طوری که انجام شد این بود که بیکاری هم باهاش اومد و این مجموعه حالا چی کار میکنه با هم دیگه در دقیقاً. ببینید، در کنار از بین رفتن و تحلیل رفتن بخش خصوصی، ایجاد شغل هم از بین رفت. و اگر خدمت ذهن حضور ذهن بینندگان باشه، در چند سال اخیر تا موقعی که آقای روحانی انتخاب بشه، برای چند سالی از وجود اطلاعات خبری نبود. یعنی اینکه ارقام تورم بیرون نمی آمد، ارقام بیکاری بیرون نمی آمد و آقای احمدی‌نژاد اینها رو در کنار رشد اقتصادی مخفی نگه می داشت. حالا شما موقعی به یک اقتصاد نگاه می کنید که رشد اقتصادیش منفی هست، که الان در ایران رشد اقتصادی منفی هست و بخش خصوصی از بین رفته، خب طبیعتاً بیکاری هم بهش اضافه میشه. گرچه که وعده ها فریبکاری های زیادی هم در این مدت ما شنیدیم از دولت جمهوری اسلامی، که در واقع دولت ایجاد اشتغال میکنه، ما میدونیم که دولت نباید ایجاد اشتغال میکنه، دولت میبایست در حقیقت زمینه رو فراهم بکنه که برای بخش خصوصی به این حالت دسترسی پیدا بکنه. طبیعتاً موقعی شما ترکیبی از تورم و بیکاری رو دارید که در اصطلاح اقتصاد کلان ما بهش استگفلیشن میگیم، که یه ترکیبی هست از رکود و تورم، اون وقت شما دو تا بیماری دارید که بسیار سخت هست اینا رو چاره بکنید. یعنی به این صورت که اگر بخواید تورم رو چاره بکنید، بیماری بیکاری بیشتر خواهد شد، و اگر بخواید بیماری بیکاری رو چاره فرمایید، تورمتون در کوتاه مدت بالاتر خواهد رفت. بر اینها شما وقتی یه دلیل دیگه هم میشه اضافه کرد جناب شاولایدی، و اون هست که سرمایه های خارجی به تدریج از ایران خارج شدن. و موقعی که شما ایران رو با یک کشور کوچکی مثل لبنان مقایسه میکنید که نه نفت داره و نه گاز داره و نه جمعیتی داره و نه اون وسعت اقتصادی و ثروت ذخایر ملی و بغیر داره، و میبینید که سرمایه خارجی به لبنان در سال بیشتر از اون 1.5 میلیون دلار که از در داخل وارد ایران میشه، اون وقت شما به کنه قضیه پی میبرید که چه در حقیقت فاجعه‌ای داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده. و اگه سرمایه خارجی هم شما نداشته باشید، خب طبیعتاً نمیتونید به رشد اقتصادی خودتون ادامه بدید. جهان یک ما یک در به قول معروف ما یک در دهکده
جهانی داریم زندگی میکنیم که همه با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن و اگر سرمایه خارجی و تخصص خارجی نیاد داستان وابلاست. و خصوص که شما این مسئله رو موقعی که از نظر صنعت نفت و گاز بهش توجه میکنید که در دسترس بایپاس دارانه میبینید که ما اگر با این همه ثروت نفت و گازی که داریم اول و دوم در دنیا از دو مخز نتونیم سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنیم و چقدر یعنی شرایط چقدر خراب میبایسته باشه. و همچنین که میدونیم شرکت های بزرگ دونه دونه جمع کردن و رفتن. البته خب اینها طبیعتاً تا یه حدی هم ناشی بودن، نه تنها از شرایط خراب اقتصادی و عدم شفافیت، بلکه تحریم ها هم روی این قضیه بسیار کمک کرد. اون وقت در کنار این مسئله آقای احمدی نژاد دست به یه اقدامی زد و اون تبدیل یه نزبه بردن سوبسیدها بود و جانشین کردن اون توسط یارانه های مستقیم که در عمل این در یعنی در تئوری این بسیار ممکن ایده خیلی خوبی هم باشه. یه حتی توصیه بانک جهانی بود به دولت آقای احمدی نژاد که اگه این کار رو نکنی اوضاع اقتصادی شما بدتر خواهد شد و ایشون هم به این توصیه گوش کرد. البته خب اهداف سیاسی در کنار مسئله وجود داشت، به جمله به قدرت بیشتر دادن به سپاه پاسداران. خب طبیعتاً موقعی که سوبسیدها از بین رفت، نرخ ها به سطح واقعی نزدیکتر شد، میبینیم که تورم هم داره با این میزان بالاتر میره. و داستانی که در این قضیت اگر فرصتی باشه خدمتتون عرض بکنم به این صورت هست که قبل از این آوردن هدف یارانه‌های هدفمند پیش بینی میشد که ایران نزدیک 100 میلیارد دلار در واقع داره هزینه این سوبسیدها میکنه و این 100 میلیارد دلار رو میبایستی در عرض 5 سال به تدریج از بین ببره، یعنی سالی 20 میلیارد دلار با نزدیک کردن ارقام به ارقام واقعی بازار. ولی در عمل میبینیم که وقتی شما یه محاسبه 2-4 میکنید به 70 میلیون نفر 45,000 تومان در ماه میدید با نرخ روزی که این برنامه شروع شد که 1000 تومان به 1 دلار آمریکایی بود، این رقم 32 میلیارد 33 میلیارد دلار خودش هزینه داشت. در نتیجه شما میبینید که هزینه از اون صرفه‌جویی بیشتر است و در چه این برنامه از روز اول هم برنامه بسیار به شکل بدی اجرا شد. و در نتیجه کنار همدیگه این داستان که میزنید میبینید که چه فاجعه ای هست که ما الان روبروش باش روبرو هست. حالا در مورد اینکه درآمد نفت هم به این جای رسیده که دست اینا نمیاد خدمت رو صحبت خواهم کرد. تشکر میکنم جناب دکتر زندی. به این ترتیب مجموعه حرکت هایی که داره انجام میشه و با توجه به اینکه این حکومت نکبت به هیچ وجه از دستش بر نمیاد که اینو جمع و جور بکنه و این خم شدنش تا این شکل و به این اندازه در برابر قدرت های خارجی امروز و این ذلتش به همین شکل ادامه خواهد داشت، اولا که کاهش درآمدهای نفتی با توجه به اینکه از روز اول که اومدن گفتن ما میخوایم اصلا اقتصاد بدون نفت رو بیاریم، واقعا آیا اینا میتوانند با این کاهش درآمد نفتی روی پای خودشون وایسن؟ جناب شاه ولایتی، ایران در سطح اقتصاد جهانی، در صحنه اقتصاد جهانی هیچ چیزی رو نداره نشون بده برای خودش در عرض 35 سال گذشته. یعنی هیچ اقدامی صورت نداده که در صحنه جهانی ایران برای خودش جایی کسب کرده باشه. من در مقایسه با کشورهای متفاوت دنیا خدمتتون عرض میکنم، مثلا فرض کنید در آسیا زمانی که در 1976-1977 قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ما به اقتصاد آسیا نگاه میکردیم، کره جنوبی و ایران در سطح بالا بودند. البته زیر ساختمان اقتصاد کره یه مقدار بیشتر از ما صنعتی بود ولی رشد اقتصادی ما شبیه همدیگه بود و دو رقمی بود و عرض شد که فرصت‌های اقتصادی به آسمان. حالا کره جنوبی که خب از اون مرحله در حال توسعه گذشت و یکی از کشورهای توسعه یافته و در سطح بالا قرار داره، پس به اون رو نمیشه توجه کرد. بیا به کشورهای کوچک دیگه توجه بکنیم. میبینید که الان اتفاقاتی که در دنیا داره میفته در کشورهای ایمرجینگ اکانومیز، در واقع در برزیل، امریکای جنوبی، در آرژانتین تا یه حدی، در آسیای جنوب شرقی، شما حتی کشورهایی که در به شدت زیر ذلت بودن به خاطر جنگ با امریکا مثل ویتنام
کشوری مثل مالزیا، عرشبات کشور اندونزی، تایلند، فیلیپینز، اینها همه دارن به سرعت رشد میکنن و سرمایه گذاری خارجی دارن بهرمند میشن و یه اتفاقی داره در این کشورها میفته. در خاورمیانه هیچ اتفاقی نمیفته و در ایران خودمونم که الان درست صحبتش میکنیم اوضاع بدتر و بدتر هست. شما موقعی که در مورد نفت ایران صحبت میکنید، در 1977 یعنی یک سال قبل از انقلاب، بین 76 تا 78 ایران نزدیک 5 میلیون بشکه در روز صادر میکرد، نزدیک 6.2 یعنی بشکه در روز تولید میکرد که نزدیک 1 میلیون و یه ذره بالاتر از 1 میلیون مصرف داخلی بود، 5 میلیونش صادر میشد. امروز در تحت تحریم ها و در به خاطر خرابی چاهای نفتی، چون به هر حال یه مقدار زیادی از مسئله مشکل که امروز ما داریم فقط مسئله تحریم نیست، گویی که تحریم ها کمر جمهوری اسلامی شکسته و این برخلاف اون تصور خیلی هست که میگه تحریم هیچ کار نمیکنه، بسیار تحریم اگه قرار رو اقتصاد فشار بیاره کارش کرده. حالا اگه جمهوری اسلامی هنوز از بین نرفته داستان دیگر است. اول شما وقتی به عمق قضیه نگاه میکنید ببینید که در مثلا فرض کنید 3 سال پیش قبل از این تحریم‌ها به شکل جدی خودش برسه، در روز ما 2.5 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم، یعنی از 5 میلیون 35 سال پیش. امروز نزدیک 700 هزار تا 800 هزار بشکه بیشتر در روز صادر نمیشه به خاطر تحریم‌ها که وجود داره. خب همینجوری اتحادیه اروپا دیگه از ما نمیخره، کشورهای دیگه هم که تحت فشار کنار رفتن. فقط من در حقیقت مبدأ مقصد صادرات نفت ما یکی هندوستان هست، یکی چین هست، کره جنوبی و تا یه حدی خیلی کمی ژاپن. و چین بزرگترین خریدار این 700 هزار بشکه در روز هست و موقعی شما حساب میکنید میبینید که درآمد نفتی فعلی در قیمت امروز هست که 25-27 میلیارد دلار بیشتر نیست که حتی این یارانه ها رو نمیتونه بپردازه، در نتیجه یارانه ها از سال آینده قرار قطع بشه. یعنی در حقیقت هیچ بودجه ما نداره. این رو مثلا فرض کنید شما با 3 سال پیش بودجه جمهوری اسلامی نگاه میکنید، ما از 88 میلیارد 90 میلیارد دلار افتادیم به 25 میلیارد دلار درآمد نفتی و این رقم فوق العاده کمی است که از پس هیچ مخارج دولتی بر نمیاد. یه نکته دیگه که خدمتتون عرض بکنم غیر از تحریم ها این است که چاهای نفتی ایران، حوزه‌های نفتی ایران حوزه‌های قدیمی هستن اکثرا و اینا برمیگردن به سالهای 1920. در حقیقت ما داریم نزدیک 100 سال برای حوزه 90 سال بعضی این حوزه نفتی داریم نگاه میکنیم. اینها میبایستی دو مرتبه درشون سرمایه گذاری بشه، اینها میبایستی تعمیر و نگهداری بشه و برای اینکه ما بتونیم این چاهای قدیمی رو نگهداری ما شاید نزدیک 9 تا 10 میلیارد دلار سرمایه در سال باید خرج بشه که مثلا فرض کنید که گاز در داخل چاها انتقال پیدا کنه که بتونه نفت بیاریم بالا. یعنی این یه چیزی پروسس تکنیکی این قضیه هست، در حالی که بیشتر از 3 میلیارد دلار هزینه تعمیر نگهداری این چاها نبوده. در نتیجه ما اگه امروز تحریم ها رو برداریم، ما هیچ وقت نمیتونیم از پس صادراتی که چند سال پیش و سالهای پیش داشتیم بر بیام، چون این حوزه ها کم کم از بین رفته. غیر از اینکه بگذاریم که ما همه خبر داریم که در حوزه نفت جنوبی که با قطر داریم در حقیقت با هم دیگه شریک هستیم، چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته. اونا دارن به سرعت گاز جنوبی رو مثلا فرض کنید که میکشن بیرون و ما هنوز نمیدونیم چیکار میکنیم. ما صاحب بزرگترین ذخیره گاز طبیعی جهان هستیم و ولی وارد کننده گاز طبیعی هستیم، بیشترش هم ترکمنستان داره وارد میشه. و در کنار این مسائل دیگه‌ای رو که ما میگنجونیم ببینید که مثلا فرض کنید که الان قرار ارقام نشون میده که روزی 500 تانکر بنزین هر روز از طریق مرزهای بلوچستان و تا یه حدی ترکیه بنزین داخلی رو به خارج قاچاق صادر میکنن. دلیلش هم اینه که به خاطر سقوط ریال که نتیجه تمام این فاجعه های اقتصادی بوده، قیمت بنزین داخلی موقع شما تبدیلش میکنید به دلار بسیار بسیار کمتر هست. مثلا فرض کنید الان در بازار آزاد نزدیک 1000 تومان پول یه لیتر بنزین هست، شما به قیمت 3000
تومان که دلار حساب میکنید، مثلا فرض بفرمایید در میان 30 و چند سنت، در بیرون در پاکستان یک دلار خورده قیمت این هست. خب طبیعتا ارزش اینو داره برای کسایی که دستاندرکار هستن، به بنزین داخلی رو به خارج صادر بکنن و به منفعت به جیب خودشون بزنن. جناب دکتر زندی، با توجه به فرمایشات شما، اقتصاد ایران در حال احتضاره. این حکومت حقیقتاً ابله هر قدمی رو که برمی‌داره در جهت مرگ این حکومت خودش برمی‌داره. اما واقعاً این اقتصاد در حال احتضار و با توجه به این مشکلی که در مورد چاهای نفتی شما فرمودید و اینکه ایران حقیقتاً اتکاش به نفت هست، البته بعد از فرمایشات شما ما آقای مهندس شاهین نژاد رو خواهیم داشت که متخصص نفت هستند و در صحبت‌های شما رو پی خواهند گرفت در این زمینه. اما واقعاً وقتی آدم نگاه می‌کنه، اینا چه کردن با وطن ما؟ چه کردن با آینده فرزندان این مملکت؟ و تنها به دنبال این هستن که منافع خودشون رو به هر شکلی که شده، منافع امروزشون رو و منافع موقتشون و کوتاه مدتشون در نظر میگیرن، در حالی که اینها همش فردا گریبانگیر خودشون هم خواهد شد. چقدر میتونن اینا فرار کنن به جاهای مختلف دنیا؟ چقدر میتونن این پولا رو بردارن ببرن به جاهای دیگر دنیا؟ در صورت اولا از حضور شما در برنامه امروز بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستم در برنامه‌های آینده هم شما رو داشته باشیم. مطمئناً حرفایی که کارشناس‌های اقتصادی مثل شما می‌زنن در طی این سال‌ها توسط کارشناس‌های مختلف به عناوین مختلف هشدار داده شد به این حکومت، اما گوش شنوایی نبود، برای اینکه اینها اصلاً قرار نبوده که به این حرفا گوش بدن. اینا کارشون به صورت علمی انجام نشده، اینا همش دنبال سینه زدن و قمه زدن و داد و فریاد کردن و مرگ بر این مملکت و مرگ بر اون اینجا و اونجا گفتن و فرزندان اون مملکت رو به زندان‌ها کشیدن و قتل و غارت و این چنین چیزایی بود. اینا به فکر این نبودن که سازندگی بکنن. و حقیقتاً همونجا که شما فرمودید، در اینجا در ممالک غرب و ممالک پیشرفته مسئله اقتصاد حرف اول و آخر رو میزنه، در حالی که اینجا همونجا خدمتون عرض کردم خمینی وقتی که آمد گفت اقتصاد مال خر است و اتفاقاً منظورش همینایی بود که اقتصاد قراره بگردونن. به هر صورت از لطف شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که باز هم بتونیم در برنامه‌های مختلف از حضور شما، دانش شما استفاده بکنیم. شما در تورنتو کانادا تشریف دارید، همینطوره؟ بله. بسیار بسیار از دعوت جناب عالی تشکر میکنم و سپاسگزارم و خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگانتون. تشکر میکنم، به امید دیدارتون جناب دکتر زندی. هموطنان عزیز، همونجور که خدمتون عرض کردم، ما در بخش بعدی برنامه امروز اجازه بدید تا ببینیم که اگر که بشه، بله، در بخش بعدی برنامه امروز آقای مهندس شاهین نژاد رو داریم. مهندس شاهین نژاد معرف همه هموطنان عزیز هستند. ایشون متخصص نفتند و در یکی از بزرگترین کمپانی‌های نفتی در تگزاس امریکا کار می‌کنند. اما یکی از فرزندان ایران زمین هستند که حقیقتاً آدم بهشون افتخار می‌کنه، جوانی اینقدر رشید و اینقدر در مورد مملکتش بدونه، در مورد فرهنگ ایران بدونه. و امروز وقتی که به سخنان مهندس شاهین نژاد گوش بدین، این امید بیشتر در دل ما زنده خواهد شد که ایران هرگز نخواهد مرد. با وجود این فرهنگ، مگر می شود با این حکومت‌های ابلهی که آمدند و رفتند، من جمله این حکومت که 1400 سال بود در کمین نشسته بود، اینها به هیچ وجه نمی توانند در مقابل فرهنگ ایرانی قد علم کنند. به شما درود میفرستم آقای مهندس شاهین نژاد. صدای من رو میشنوید؟ درود بر شما جناب دکتر شاه ولایتی ارجمند و همیهنانی که شنونده برنامه ما هستند و صدای من رو میشنوند. خیلی هم سپاسگزارم از ابراز مهری که به من کردید که حقیقتا
لایقش نبودم. خوشحالم به خدمتتونم. خواهش میکنم. هموطنان عزیز، شاهین نژاد آدم بسیار متواضعی است ولی بسیار میداند. مهندس شاهین نژاد، صحبت‌های دکتر فرخ زندی رو شنیدید در زمینه نفت که یک بخشش به شما مربوط می‌شد و رابطش با اقتصاد؟ بله، من تقریبا میتونم بگم 10 دقیقه یه رو به آخر صحبت‌هایشون رو شنیدم و بله، فرمایشاتون کاملا متین و درست بود و آماری هم که ارائه می‌کردن کاملا روشن می‌کرد که وضعیت چقدر اسفباره. ما اصل قضیه اینه که جریان منابع انرژی در خاورمیانه، در ایران به ویژه، در کشور خودم، در مورد کشور خودم صحبت میکنیم، باعث شده که رابطه حکومت و ملت نتونه از جنس و از گونه رابطه حکومت و ملت در کشورهای متمدن پیشرفته باشه. معمولا آنچه که رخ میده در فرض کنید اروپای غربی یا در ایالات متحده یا استرالیا یا کانادا اینه که حکومت، که حالا دولت یکی از اجزای حکومته، برای انجام کار اجرایی، برای گرداندن کشور، برای مدیریت کشور نیاز به پشتیبانی مردم دارن. مردم پرداخت مالیات، مالیات سرانه، مالیات بر درآمد برای حکومت، خب مشخصا برای خود دولت، برای گاورمنت ایجاد درآمدی میکنن که بخشی از این صرف هزینه‌های جاری میشه، برخی دیگه‌اش صرف هزینه‌های عمرانی میشه و کشور به این گونه میچرخه. در نتیجه در واقعیت این حکومتی که نوکر مردمه. حالا دست کم در مورد مسئله مالی، دولت‌ها در غرب در جهان پیشرفته بسیار بسیار نیازمند مردم هستن برای پرداخت مالیاتشون به موقع تا بتونن از پس خزینه ها بر بیان و ورشکسته نشن. بله. و خب طبیعتا بر اساس عملکردشون مردم از اونها اینگونه پشتیبانی میکنن، بنابراین حزب حاکم میتونه در قدرت بمونه یا اینکه در اثر بارزایی مردم صداتونو کسب بخونه و کنار. بله بفرمید، صداتون داریم. ها بله، ولی آنچه که رخ میده در کشور ما و کشورهای همانند کشور ما اینه که به خاطر اتکای حکومت به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی از جمله نفت خام در کشور ما، این حکومت که میاد و بخشی از این درآمدها رو تزریق میکنه به بدنه جامعه، به ویژه حالا توسط حکومت جمهوری اسلامی به بخشهایی که مورد نظر خودشه، به اشخاصی که مورد نظر خودشه، در نتیجه حکومت حقوق بگیر پیدا میکنه در بین مردم. این باعث میشه که مناسباتی که باید قاعدتا بین حکومت و ملت در یک نظام سالم برقرار باشه نه تنها برقرار نمیشه، بلکه رابطه واژگونه در مورد کشورهایی مثل کشور ما بین حکومت و مردم ایجاد میشه که مردم هن که نوکر حکومت هن، نه حکومتیه که مستخدم و خادم ملته. از این نظر اعمال تحریم ها علیه ایران در حقیقت ایجاد فشار برای کاهش صادرات نفتی ایران که خب کاهش درآمد هم به خودش به همراه داره 100% اثرش چشمگیره، چون باعث میشه کاسه حکومت برای بذر بخشش هایی که میکنه به عوامل خودش، برای ریخت و پاش هایی که داره، برای سیر کردن عوامل ویژه خودش، برای دادن پول به کسانی که تا حالا میداده در بیرون کشور، در درون کشور، دست و پاش بسته میشه چون درآمد نفت تکیه‌گاهش بوده. بله. و خب طبیعتا از اون درآمد نفت باید بیاد خزینه‌های جاری کشور بده، پروژه‌های عمرانی رو راه ببره که از پسش در دراز مدت بر نخواهد اومد. در نتیجه خیلی روشنه مطلب دو تا چهار تاست که اثر تحریم‌ها هرچند به حال مردم رو آزار میده و مردم در رنج خواهد بود، اما حکومت رو هم مستعصب درمانده میکنه و این از ویژگی های بسیار روشن نظام هایی است که رابطه حکومت و مردم رابطه واژگون است. یعنی مردم هم که متاسفانه نانخور حکومت هم نه مثل ایالات متحده دولت فدرال باید منتظر باشه که مردم لطف کنن و مالیاتشون بدن تا بتونه کشور رو بگردونه. اینم نمیدونم حالا
میشه که باید بخت بد ماست که این گونه شرایط برامون پیش اومده. مهندس شاهین نژاد، اولا از این توضیحاتون بسیار سپاسگزار هستم، ولی منم در این حال یک هموطنان عزیز توضیحی باید بدم که امروز ما این باید یه خیر مقدمی هم به مهندس شاهین نژاد میگفتیم، به نهاد مردمی. ایشون از امروز شخصیت حقیقی و پشتیبان نهاد مردمی شدن و من از طرف مجموعه نهاد مردمی به مهندس شاهین نژاد خیر مقدم میگم و من مطمئن هستم که همکاری های این جوان واقعا ارزشمند ایرانی در نهاد مردمی برای آینده ملت ایران بسیار بسیار به جا و مؤثر خواهد بود. بنابراین بسیار خوشحال هستم از اینکه شما به مجموعه خانواده نهاد مردمی پیوستید و از این پس از دانش شما بهره‌مند بیشتر خواهیم شد. مهندس شاهین نژاد عزیز، خواهش میکنم آقای دکتر، من از کنم خدمتون که هر جایی که احساس کنم که گامی برای ایران برداشته میشه با کمال میل در خدمت دوستان و همیهنان هستم، به ویژه در اموری که در رابطه با رایزنی و مشاوره است، اگر از اون برحال سواد ناچیزمون امکانی داشته باشه مزایقه نمی کنیم و نازنینان مثل شما رو با کمال میل دوست داریم که در خدمتشون باشیم و تجربیاتشون بیشتر بیاموزیم، در کنارشون خودمونم به مرور امیدواریم پخته بشیم. لطف دارید، سپاسگزارتون هستم و هموطنان عزیز، گفتم شاهین بسیار بسیار مرد متواضعی است. اما مهندس شاهین نژاد عزیز، چیزی که در طی قرون اعصار ملت ما رو متمایز کرده، مردم ایران رو متمایز کرده از مردمان دیگر جهان که توانستند این چنین سرفرازانه از تمام این گرفتاری های تاریخ سرشون رو بالا بگیرن، این فرهنگ ایرانی است و خود این آخوندان میدونن که در برابر این فرهنگ نمیتوانند، تواناییشون ندارند که قد علم کنند. به همین خاطر از روز اول تا حالا اینها نتوانستن با این مردم قاطی بشن، هر بلای ممکن رو به سر این مردم آوردن. شما فکرش بکنید، در همین امروز توی اخبار بود که چینی‌ها، توریست‌های چینی در اصفهان برای سیدالشهدا سینه می‌زدن. اولا که بسیار ویدئوی خنده‌داری بود، حالا اتاق فرمان اگر که فرصتی داشته باشن این ویدیو رو هم نشون بدن بد نیست، اما نشان دهنده این هست که این حکومت‌های مستبد حد از هیچ چیزی گریزان نیستند که برای منافع خودشون استفاده بکنن. حالا این که مردم رو به چه شکل به این خیابون‌ها آوردن و به این سینه زنی و این غم زنی اینها بگذریم، 1400 سال این کارا رو کردن. من شاهین نژاد اون خارجی اومده بود، گفت چه خبر اینجا، چرا اینا گریه میکنن؟ گفتش که امامشون مرده. گفتش ای داده بیداد، کی؟ گفتن 1400 سال پیش. گفت پس اخبار اینجا اینقدر دیر میرسه؟ حالا جالب اینه که چینی ها هم وادار کرده بودن به سینه زدن در خیابون ها. البته چینی ها باید هم سینه بزنن، باید هم بیان تو خیابون ها سینه بزنن، برای اینکه هر چی جنس بنجله دارن که هیچ جای دیگه دنیا نمیخره به چندین برابر قیمت به ایران دارن میفروشن، چون ایرانی ها نفتشون رو که میدن، این حکومت ایران نفتش رو که میده پولش رو نمیتونه بگیره. اما این فرهنگ ایرانی که شما به خصوص بسیار بسیار درش مطلع هستید و این امیدی رو که در تمام طول تاریخ همین فرهنگ بوده که این امید رو در دل مردم زنده نگه داشته و عبور کردن از این حکومت‌های دیکتاتور، دلم می‌خواست در این زمینه شما با توجه به اینکه ضمن اینکه متخصص نفت هستید در این زمینه هم بسیار دانش و آگاهی دارید، لطف بفرمایید صحبت بکنید. خواهش می‌کنم آقای دکتر، همونطور که میدونید فرهنگ پدیده سیالیه، پدیده در حال حرکت و در حال تغییره، برخلاف هویت که یک پدیده ایستا و تقریبا ثابتیه، فرهنگ با زمان و مکان میتونه تغییر کنه. آنچه که ما الان در اندوختمون از هزارهای دور به همراه داریم فرهنگ ایرانی است که در تماس و در برخورد با فرهنگ‌های مهاجم و
یا فرهنگای دوست همسایه فرق نمیکنه. به هر حال یه مقداری دوچار تغییر و تحولاتی شده که عموم این تغییر و تحولات، نمیگم همش، ولی عموم اینها در جهت بهتر شدن نبوده، در جهت تضعیف بوده. ما وقتی نگاه میکنیم به برخی از ویژگی های خاص عنصر ایرانی در عصر ایران باستان، وقتی نگاه میکنیم به ارزش های ایرانی که شما میتونید در برخی از متون باقی مانده از آن هنگام، چه متون یونانی، چه سنگ نوشته هایی که از اون باقی مانده، چه در شاهکار بزرگ فردوسی شاهنامه که در حقیقت بازتاب نگاه ایران و نگاه ایرانی به مسئله زندگی، به مسئله آفرینش، به مسئله اخلاق، به مسئله میهن دوستی و خیلی مسئله دیگه است، از لابلای اینها شما میتونید خیلی بهتر و روشنتر اون فرهنگ ناب ایرانی رو که کمتر دچار گرفتاری های صده های بعد شده و به ما امروز رسیده رو ببینید. طبیعتا هر جامعه زنده در همکاری و در تماس با فرهنگ های دیگه قرار میگیره و هیچ اشکالی هم نداره که عناصر بسیار مناسب و مثبتی از اون فرهنگ ها بگیره و خودش رو متکامل کنه. اما متاسفانه به خاطر وضعیت جغرافیایی ویژه کشور ما، گستردگی فلات ایران شما در نظر بگیرید، ما از طرف شمال خاوری توسط اقوام زردپوست همیشه تهدید شدیم، در درازای زمان از سوی جنوب غرب اقوام عرب برای مدت‌ها ما رو مورد تهدید قرار دادن، از شمال غرب برها با رومی ها کشاکش بودیم، پیش از اون با یونانی ها برخودهایی داشتیم و بعد اقوامی که اومدن و رفتن عمدتا آنچه که با خودشون آوردن بیشتر تخریب بود تا اینکه بخوان خدمتی بکنن به این فرهنگ. من فکر میکنم آقای دکتر ولایتی، ما اگر بخواهیم از وضعیت کنونی، از این بنبست تاریخی که گرفتارش شدیم و به نظرم میاد به این راحتی امکان نجات ازش نداریم، رها بشیم، نیاز داریم که یه عامل روحی خیلی بزرگ رو بهش چنگ بزنیم. آنچه که ژاپنی‌ها کردن پس از شکستشون در جنگ دوم جهانی، آنچه که آلمان‌ها کردن پس از شکستشون در جنگ اول دوم جهانی، ما نیاز به یه دوپینگ روحی داریم، دوپینگ روحی برای یک ملت. و فکر میکنم ابزاری که در اختیار داریم یک ایرانگرایی ناب، سازنده و انسانیه که بتونه نسل کنونی رو پوست بندازه، یک مقداری صیقل بده روح و روانش رو، یک مقدار ارزش‌های کهن ایرانی رو که ارزش‌های بسیار بسیار شایسته بوده رو برای این نسل باز بکنه، ساخته و پرداخته بکنه و کوشش کنه که بتونه تو عصر جدید، تو زندگی مدرن، با نگاه ایرانی پاک و سازنده و خردگرا و اخلاقگرا و دادگستر و عدالت‌جو و البته آزادمنش، بتونه خودش رو تو عصر جدید تطبیق بده با زندگی مدرن و این عقب ماندگی تاریخی رو که به ویژه تو این 35 سال به شدت به ما تحمیل شد و جبران کنه. اگر که به اون سو رفتیم راه رستگاری هست، اگر نریم به عنوان ملت در سراشیبی قرار داریم که متاسفانه من براش سربالایی نمیبینم مگر اینکه همون مسیر رو بریم. و امیدوارم که یه مقدار بیشتر آقای دکتر در جاهای مختلف، در حوزه های مختلف، چه حوزه اندیشه، چه حوزه فرهنگ، چه حوزه سیاست، چه حوزه ادبیات، حوزه هنر، به این مقوله ایرانگرایی سازنده و مثبت توجه بشه. ما هر چقدر دچار بحران شده باشیم، هر چقدر شکست خورده باشیم، فکر نمی کنم ملت ما از ملت ایران و پایان دوره قاجار پایین تر، ضعیف تر و شکست خورده تر باشه از همه لحاظ. وقتی اون ملت در یک دوره به عصر رضا شاهی دچار یک تحول بسیار بسیار چشمگیر شد و به جرگه ملت‌های آبرومند جهان پیوست و سری بین سرها درآورد و انسان ایرانی از حالت رعیت در اومد
نقش شهروندی به خودش گرفت، من امیدوارم که این ملت هم که در حال حاضر ما داریم در موردشون صحبت میکنیم در سال 2013 مطمئنن هم توانشو دارن هم شایستگیشو دارن که با غرور و سربلندی در جهان زندگی کنن، رفاه اجتماعی داشته باشن، سعادتمند بشن، ولی لازمش اینه که ابزار شناسایی بشه و اون ابزار به کار گرفته بشه. ما این ابزار رو داریم، مسئله فرهنگ ناب ایرانی باید بر بکشیمش و بشه بپردازیم. خیلی از ملل از این نعمت محروم بودن، خوشبختانه ما داریم، فقط باید بهش توجه کنیم. مهند شاهین نژاد، ما در نهاد مردمی در دو جلسه گذشته که در اتاق پلتاک مسئله این اوضاع احوال امروز ایران بررسی می شد و این جریاناتی که الان در ژنو داره میگذره و نهاد مردمی با توجه به مسئولیت هایی که در این زمینه داره، تعداد زیادی از هموطنان عزیز از جاهای مختلف جهان شرکت کرده بودند. ولی حقیقتاً اون چرا که شما می فرمایید در زمینه اون فرهنگ ناب ایرانی در لابلای گفتار این کسانی که در این برنامه ها شرکت کرده بودن دیده میشه. خوشبختانه در جاهای مختلف هم از این کارا داره انجام میشه، اما باید یه مسیری پیدا بکنه، یه در یک جهتی حرکت بکنه تا یه مپی داشته باشه و مردم بدونن که به کجا میخوان برن و چه جوری میخوان برن. من فکر میکنم که ما با حضور شخصیت های مثل شما می توانیم در نهاد و یا در اندیشکده نهاد بتوانیم به این مطلب رو بیشتر پرورشش بدیم و براش چنلایزش بکنیم و یه مسیر بهش بدیم. شما چه فکر میکنید در این زمین؟ مسلمه نهای دکتر، باید همه امکانات بهره گرفت. ما نیاز داریم اشخاصی رو، هموطنانی که در این موارد اهل فکر و اهل اندیشه هستن، کار کردن، حرفایی برای گفتن دارن، و شناسایی کنیم، باشون در تماس باشیم، ایجاد شبکه بکنیم، از این همفکری ها، هم اندیشی ها راهکارهای عملی تر پیدا کنیم. خود این مسئله ایرانگرایی سازنده و مثبت رو یه مقدار تئوریزه کنیم، عناصرش رو شناسایی بکنیم، برای مردم باز بکنیم، و این لازم نیست که حتما در قالب فقط صرفا سخنرانی باشه یا مصاحبه باشه. سخنرانی و گفتگو خوب، خیلی خوبه، در کنار اون میشه در جزوه‌های آموزشی منتشر کرد، میشه در فضای فیسبوک عمل کرد، مطمئنا میشه ویدیوهایی ساخت که برای کسانی که با مسئله تصویری بیشتر کار میکنن این مطلب رو در میون گذاشت، میشه حتی آهنگهایی درست کرد که اون جلوه ها رو به مردم بده، و 100% میشه میزه گرد گذاشت، پنل های تخصصی گذاشت، و از هر حرکتی که میشه در این نظام ارتباطی که الان بین ما ایرانی ها برقراره، چه ایرانیان درون مرز و برون مرز، چه خود برون مرز با هم بهره گرفت، و این مطلب رو به صورت این موج به درون جامعه برد. طبیعتا موج از بین طبقه رخبگان آغاز میشه و امیدواریم که بین توده هم بره، ولی باید اولین گام به نظر من نخستین گام آقای دکتر این باشه که افرادی که در این مقوله کار میکنن و علاقه مندن و پتانسیل بازشکافی این حوزه رو، حوزه فرهنگ ناب ایرانی رو دارند و در اختیار گذاشتن اون عناصر و اون پارامترها به ملت ایران رو با هم همراه کنیم، همگام کنیم و فعالیت‌هاشون رو همسو کنیم. همسو بودن این گام‌ها بسیار بسیار کمک می‌کنه به ما که بتونیم پیام رو به ملت برسونیم. من سپاسگزارتون هستم و از همینجا این نوید رو به هموطنان عزیز بدم و در این حال این دعوت رو بکنم. نوید این هست که اون چرا که مهندس شاهین نژاد گفتن به عنوان قدم هایی که باید برداشته بشه و امکاناتی که ما نیاز داریم در اختیار اون باشه، خوشبختانه در نهاد مردمی یک بخش عمده ایش فراهم، و از هموطنان عزیز دعوت میکنیم و درخواست میکنیم که بیایید و در نهاد مردمی این مجموعه تشکیل خواهد شد به زودی، و من خودم شخصا از مدیریت اجرایی درخواست خواهم کرد که این رو به عنوان یک کار اصلی
به روی میز بگذارند و با حضور مهندس شاهین نژاد هم بتوانیم این دفتر رو درست بکنیم و از شما هموطنان عزیز که در زمینه چنلایز کردن این فرهنگ ناب ایرانی که تنها و یکی از بهترین اسلحه‌های برنده در مقابل این حکومت عقب افتاده اسلامی هست، حتما بتوانیم کارهایی رو با هم انجام بدیم. بنابراین از همه شما دعوت میکنیم به نهاد مردمی .com مراجعه بکنید و آمادگیتون رو اعلام بکنید. هیچ لزومی نداره که شما حتما عضو نهاد مردمی باشید، پشتیبان نهاد مردمی باشید. شما میتوانید به عنوان کسی که تخصصی در این زمینه ها دارید بیایید و با ما همکاری بکنید. در صورت نهاد مردمی از پایین ساخته شده، مال مردم، نهادی است مردمی از مردم و بر مردم. اگه اون وقت بیشتر علاقمند شدید خب دیگه چه بهتر. بنابراین من آمدن و حضور مهندس شاهین نژاد رو به هممون تبریک میگم و خوشحال هستیم که میتوانیم این کار بزرگ رو با همکاری هموطنان عزیزمون انجام بدین. بنابراین از همه شما دعوت میکنم نهاد مردمی .com رو مراجعه بفرمایید و حتما بگین اطلاعاتتون رو بدین تا ما بتوانیم با شما تماس بگیریم. مهندس شاهین نژاد، اگر فرمایش دیگری دارید در دو سه دقیقه آخر بفرمایید که بتوانیم باز هم از حضور شما در برنامه های دیگه‌مون هم استفاده بکنیم. خواهش می‌کنم جناب دکتر شاهدتی، خیلی سپاسگزارم به خاطر این دقایقی که با هم بودیم و این امکان فراهم شد که با هم وطنان صحبت بکنیم. متاسفانه به خاطر اینکه من وسط روز کاریم بود امکان اینکه تصویری خدمتتون باشم نبود و از این نظر فقط تلفنی تونستم در خدمتتون باشم. به هر حال هموطنان، همینطور که خودتون اشاره کردید، من فکر نمی‌کنم که وسواسی اصولا باشه در مورد اینکه اگر قرار کار بزرگی انجام بشه حتما در قالب یک سازمان یا نهاد خاص باشه. اینکه اون نهاد یا سازمان آستین بالا میزنن و میگن که ما اگر امکاناتی داریم و به خاطر این گام بزرگ ملی میهنی میخوایم بذاریم وسط و هموطنان بیان و مشارکت بکنن، خودش به نظر من بزرگترین حسن نیت کسانی است که متصدی انجام اون کار میشن و بعد دیگه کننده های کار خود هم‌میهنانی هستن که به این موارد علاقه‌مندن، صاحب نظرن، کار کردن، تولیدات فرهنگی دارن، تولیدات در حوزه فکر و اندیشه دارن و هر کسی میتونه گوشه از کارو بگیره. من خیلی به این گونه حرکت ها خوشبینم آقای دکتر. تشکر میکنم مهندس نژاد عزیز. من مطمئن هستم که هم‌میهنان عزیز پیام شما رو شنیدن و من بسیار بسیار اطمینان دارم که خیلی ها هم هستن که علاقمند هستن به انجام این کارها، منتها واقعا نمیدونستن کجا و به کجا مراجعه بکنن. اطلاعاتی دارن، دانشی دارن، پروژه‌ای دارن. به هر حال این کاریست بزرگ و انجام شدنی، مشروط بر این که واقعا قدم های اولیش برداشته بشه. از حضور شما در برنامه امروز بسیار سپاسگزار هستم، دست شما رو میفشارم و منتظر شما هستم که در برنامه های آینده هم بتوانیم از حضور شما بیشتر استفاده کنیم. خیلی ممنون از تو و از همینان عزیزم، خداحافظی میکنم. خیلی سپاسگزارم از این فرصت. تشکر میکنم. خب هموطنان عزیز، نهاد مردمی همونجور خدمتون در این دو سه دقیقه آخر هم عرض کردم، یک جایگاهی است که این امکانات رو فراهم میکنه برای اینکه ما ببینیم چه باید بکنیم برای اینکه وطنمون رو از دست این بی وطنان واقعا نجات بدیم. یک حکومت صفاک، دیدین رهبرش این دو سه روز پیش چه حتاکه هایی میکرد و چه حرفایی از دهنش در میمد. از اون لات‌های بی سر و بی پا هم بدتر داشت حرف می‌زد. من نمی‌دونم چجور میشه یه مردمی این رو به عنوان فقیه قبولش بکنن و خودشون سفیه باشن. مطمئناً قبول نکردن. منتها این حکومت به دنبال این بوده که همه مردم رو حقوق بگیر و خودش بکنه. اما اینا مثل اینکه سرنوشت حکومت‌های دیگر رو ندیدن. در طی این فاصله ما یک همیاری مالی خواهیم داشت که از هموطنان که ویدیوش و اتاق فرمان آماده بکنن. اما هموطنان عزیز، در خبرنامه ما اگر که به دستتون میرسه میگه با حمایت مالی خود
نهاد مردمی را برای پیشبرد فعالیت‌هایش یاری کنید. برای کسب آگاهی‌های بیشتر روی همیاری مالی کلیک کنید. همیاری مالی در روی سایت نهاد مردمی هستش. در این حال برای قدردانی و سپاسگزاری از هممیهنانی که با کمک مالی خودشون نهاد مردمی رو در فعالیت‌هاش یاری می‌کنن، هدایایی هم تقدیم میشه. برای افرادی که $100 کمک بکنن، یک سرسویچی زیبا با پست خدمتشون ارسال میشه. این تصویر این سرسویچی رو من در اینجا دارم، اگر که شما آقای منصور دارید این سرسویچی بسیار زیبا رو. بله، ببینید هموطنان عزیز، یک واقعا یک کار هنری بسیار زیبایی است. اگر که شما $100 یا بیشتر کمک بکنید به نهاد مردمی، این سرسویچی ماندنی که تعدادشون هم زیاد نیست برای شما ارسال خواهد شد. بنابراین هر سازمانی هموطنان عزیز باید با کمک مالی که از طریق خود مردم میگیره بتونه روی پاش وایسه. نهاد مردمی تا امروز با کمک کسانی که پشتیبانان و همیاران نهاد مردمی بودند روی پاش وایساده. حالا یه تعدادی کمک‌هاشون بسیار بیشتر بوده، در حد توانشون، یه عده‌ای در حدی که میتونستن به هر حال کمک کردن. ما برای اینکه بتونیم این نهاد مردمی رو سرپاش نگه داریم و این چراغش روشن باشه، به کمک شما نیاز داریم. بنابراین حتما لطف کنید و به سایت نهاد مردمی برید. در این حال نهاد مردمی هر کسی که هر مقداری کمک بکنه روی سایت نهاد مردمی، اون لحظه‌ای که این کمک رو میکنه و اون مقدار مبلغ رو کمک میکنه اونجا هست. اگر میخواین اسمتون نباشه هم میتونید کمک بکنید و اونجا جایی داره که اسم شما میتونه نباشه. اما بله، اجازه بدید که این رو ببینیم. بسیار اوکی، الان میارم شما. هدف تشکیل سریع یک سازمان متشکل، هماهنگ و در حال پذیرش و احترام بین‌المللی برای ایجاد محیطی مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان حکومت اسلامی به منظور حمایت از جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران با اتکا به اصول بنیادین زیر: یک، پاسداری از استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران. دو، جدایی دین از حکومت، سکولاریسم. سه، پشتیبانی از منشور جهانی حقوق بشر. چهار، برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی. 5، مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی محلی خود. خب، با درود مجدد خدمت همیهنان عزیز، باید خدمتتون عرض بکنم که امروز شخصیتی رو که یکی از پشتیبانان نهاد مردمی هستند روی خط داریم، از آلمان، بانو مهین ارجمند. بانو مهین ارجمند در طی سالهای عمرشون، شاید بگم یک بخش عمده ای از سالهای عمرشون رو صرف تلاش برای نهادینه کردن آزادی در مملکتمون شده. تمام جوانیشون رو، تمام آنچرا که در چنته داشتند، دانششون رو، ثروتشون رو، همه چیزشون رو در طبق اخلاص گذاشتند برای آزادی وطنشون. اما همونجور که میدونید هموطنان عزیز، امروز سالگرد، این هفته سالگرد کشتاری بود که حکومت فاسد اسلامی
در ادامه کشتارهاش از پروانه فروهر و به طور کلی این قتل‌های زنجیره‌ای، اما قتل فروهرها که حقیقتاً یک لکه ننگی است بر تاریخ، در تاریخ ایران و بر پیشانی این حکومت. اجازه بدید تا درودی داشته باشم خدمت بانو مهین ارجمند. به شما درود میفرستم خانم ارجمند. درود بر شما و درود بر بینندگان شما. سپاسگزارم که این وقت رو به من دادید من هم شرکت داشته باشم در این برنامه. بانو ارجمند عزیز، ظاهراً یک ویدئویی هم ما داریم در این زمینه که اتاق فرمان آماده میکنن تا بتونیم اون ویدئو رو پخش بکنیم، اما من دلم میخواست که بیشتر از هر کسی شما که هم با این خانواده دوستی و آشنایی قدیمی داشتید و هم به خصوص با تمام کسانی که در طی این مدت در این مبارزه بی امان شرکت داشتید آشنایی بسیار دارید. خواهش میکنم که در این زمینه مطالبی رو برای بینندگان عزیز بفرمایید. بله خواهش میکنم. من باید بگم که جان شیفته و عاشق ایران آن دو در خانهشان در نزدیکی میدان بهارستان و در نزدیکی خانه ملت از آنان ستانده شد. آنها از خیابانی گذر کرده بودند که قبلا میرزاده عشقی که عشق وطن در دو در زندگی بود و بعد هدایت با نگاه اندوهگینش به زندگی و جان آزادش نسبت به آزادگی و آرمان خواهی از آن کوچه گذشته بود. اگر گوش بر دیوارهای خیابان هدایت بخوابانیم، آوای گامهای شمرده هدایت و آهنگ پرتنین میرزاده عشقی و از سوی گامهای بلند و آوای دادخواهی داریوش و پروانه فروهر تنین انداز خواهد شد. من پس از اعدام دکتر عاملی تهرانی که هم فکر و دوست نزدیک پروانه و داریوش فروهر بود به دیدن داریوش فروهر در وزارت کار رفتم. ایشون با نگاه اندوهگین و اشکالودشون به من گفتند من قول میدم که هرچه از دستم برمی آید در حق خانواده عاملی تهرانی انجام خواهم داد. به ایشان واقعا مردانه انجام دادند اون کارهایی رو که خانواده لازم داشت، ولی دریغا که امروز آنها هیچ کدام نیستند. 13 سال از سلاخی آن دو نازنین میگذرد. هرچند که به قول پروانه فروهر اسنان من چندان هم تهی نیست، ولی قدر مسلم این از کارهایی که کرده ایم کاری نبوده کارستان، چرا که آن دو و بسیاری دیگر از عاشقان راه ایران کشته شدند و ما همچنان همان جایی هستیم که بودیم. قتل‌های زنجیره‌ای به اعدام‌های بی امان تبدیل شده. زندانیان من را از این زندان به آن زندان می‌کشند و شبانه آنان را به مسلخ می‌برند. مادران بی آنکه فرصت کنند آخرین بوسه را بر صورت فرزند دلبند بزنند در صور فرزند به فریاد می‌نشینند. آوای مادران گریان در فراغ فرزندان کشته شده و گم شده و زندانی از پس درهای زندانهای گوناگون که دائما دارن میدوند شنیده میشود و ما با همه تلاشهایمان برای رهایی از این مصیبت، برای رهایی ایران زمین، همچنان در کربلای 28 مرداد الیت‌های جامعه سیاسی ما دست پا می‌زنند و دست از خودخواهی بر نمی‌دارند و ما و برخی بسیاری همچنان همبستگی ملی را رویای خود دانسته و بر آن پای می‌کوبند. هر یک از ما، من باید واقعا امروز اینجا بگویم، هر یک از ما که شاهد ظلمی در مورد فقط یک نفر باشیم و در مقابل این ظلم سکوت کنیم به عدالت پشت کرده ایم و حق حقوق انسان لب بسته ایم. ما باید بدانیم که ما جانم ما گوش میدیم، ما روزانه صدها مورد از این ظلم ها را شاهدیم و اگر هر کدام از ما در روز فقط
فریادمان را با یک قلم یا قدم یا درم بلند کنیم آیا موفق نمی‌شویم؟ من وقتی یاد آخرین گفتار پروانه فروهر می افتم که خود در نزدیکش بودم که ایشان گفتند زمان تنگ است و خطر در کمین. فکر کنید زمان تنگ است و خطر در کمین، کاری کنیم، کاری کنیم که آیندگان به گونه نسلی که در انجام اندیشه های ملی خود درنگ نکردیم از ما یاد کنند. من وقتی این صحبت ها رو میشنفم از خودم شرم میکنم. ایشون 13 سال پیش یک بار دیگر این خواسته رو فریاد کردند و ما چه میکنیم؟ ما هنوز اینجا هستیم و دوره میکنیم، شب را و روز را و هنوز را. ما هنوز شاهد قتل‌هاییم، ما هنوز شاهد زندان‌هاییم و هیچ فرقی هم نکرده که اگر این آقا بیاید یا آن یکی، وضع ما بهتر خواهد شد. آقای شاه ولایتی، واقعا باید بگویم که امروز اون زمان خطرناکه، خطر در کمین امروز، و هر ایرانی باید اینو واقعا جدی بگیره. من در خدمتتون هستم و امیدوارم که صدای پروانه رو که من صدا رو ضبط کردم، متاسفانه چون از تلفن ضبط کرده بودم صدا خوب نیست، امیدوارم که بتونیم بشنویم. بانو ارجمند گرامی، اولا شخصیت های مثل شما برای ادامه راه فروهرها هنوز هم در ایران کم نیستند و مطمئنن این راه ادامه پیدا میکنه. من وقتی که این نامه پرستو رو میدیدم که یادگار سروران شهید داریوش و پروانه فروهر بودن، ایشون نوشتن، اگه اجازه بدید من یه بخش اولش رو بخونم که در 1 آذر ماه بوده، 15 سالگرد قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر. ایشون می نویسن: در روز چهارشنبه 22 آبان ماه به روال سالهای پیش به ایران آمدم تا امسال نیز این روز تلخ را در این سرزمین به سر کنم که جایگاه یادها، تلاشها و آرزوهای پدر و مادرم است. سرزمینی که همواره بیش از جان دوستش داشتند. به روال این سالها سماجت و امید توشه راه کردم تا شاید امسال گشایشی در این ظلم ممتد پدید آید و بتوان در سال روز جنایت یاد اون دو دلاور را گرامی داشت که همواره پرتلاش، آزاده و حقگو زیستند و جان خیش را نثار پایداری بر باورهایشون کردند. بانو مهین ارجمند عزیز، این پرستو و این پرستوها که در جای جای جهان و به خصوص در ایران کم نیستند، اینها امید ملت ایرانند، اینها امید گستردن عدالت و نهادینه کردن عدالت در آینده ایران هستند. و با توجه به فعالیت هایی که شما در تمام این زمینه ها کردید در تمام این سال ها، شما و دکتر کیانزاد عزیز و نمونه های دیگری که اگه بخوام اسمشون ببرم از این مقوله خارج خواهد بود، واقعا شما با تلاشتون این آتش رو زنده نگه داشتید. شما ببینید که این پرستوی ما که میگه به روال این سالها سماجت و امید توشه راه کردم، آفرین، آفرین بر شما بانو ارجمند عزیز و پرستوها و تمام کسانی که با سماجت و امید به دنبال اون چیزی هستند که حتما بهش خواهند رسید. ما به شما گوش میکنیم. بله، ما به هر روی چاره جز این نداریم که باید کارمون رو پیش ببریم. ما نمیتونیم اینجا ساکت بنشینیم و بخواهیم فریادهای واقعا مادر سعید زینالی رو بشنویم که 14 سال فرزند او گم شده، اومدن از خونه بردن و بعد فقط یک بار صدای او را شنیده و دیگر هیچ. ما نمیتونیم دائما صدای آمنه مرادی، مادر زیناز مرادی و لقمان مرادی رو که محکوم به اعدام هم شدن بشنویم. ما نمیتونیم هر روز شاهد باشیم ابوالفضل عابدینی رو از این زندان به اون زندان ببرند. و من باید اینجا بگویم که رضا کرمانی یکی از همین جانباختگانه که در نهاد که در اسوس ایران همکاری میکرد، انقدر از این زندان به اون زندان بردند با وجودی که
سن بالایی داشتن، انقدر ایشون رو از این شهرستان به اون شهرستان به حسد کشیدند که ایشون جان به جان آفرین تسلیم کرد. ما هر روز و هر روز شاهد این کشتارها هستیم. هر روز صبح که اولین چیزی که وقتی کامپیوترمون رو باز میکنیم، اولین چیزی که زنگ تلفن به صدا در میاد اینه که ما یک اعدام دیگر بشنفیم. من اینجا از با تمام جانم این رو از همگان میخوام، از همه عاشقان ایران میخوام. من میدونم همه مثل من و شما اندوهگین این وقایع هستیم، ولی باید دست به دست هم بدیم و باید بخوایم این بار کاری بکنیم. کارستان ما نمیتونیم فقط بنشینیم و بگوییم که به هر صورت مصدق خوب بود، شاه خوب بود، زمان گذشت. تاریخ زمان خودش قضاوت خواهد کرد که کی خوب بود و کی بد بود، ولی ما همانطور که میبینیم عزیزانمون همه در گور هستند، بسیاری در گور هستند. ما باید از فرصتی که داریم استفاده کنیم و بخواهیم که آرزوهای اونها رو بتونیم پیش ببریم. بانو مهین ارجمند، از حضور شما در برنامه امروز سپاسگزاری میکنم و من مطمئن هستم که ملت ایران این چنین شخصیت ها رو هیچگاه فراموش نخواهند کرد و صدای این کسانی که در زندان ها هستند و این جان باختگان راه آزادی، صداشون داره استخون های حکومت رو در هم میشکنه. و حکومت هیچ وقت به این اندازه ذلیل، بدبخت و بیچاره نبود. حکومت هیچ وقت، هیچ حکومتی در سراسر جهان وجود نداره، حتی در بین دیکتاتورها، که اینقدر منزوی و اینقدر مردمش ازش منزجر باشن. و این رو شاهدش خواهیم بود در تاریخ ایران. به زودی شاهد سقوط این حکومت پست خواهیم بود. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه امروز. خواهش میکنم. سحر نزدیک است. سحر نزدیک است. بله. تشکر میکنم. به امید دیدار شما مجدداً. خب هموطنان عزیز، ببینیم که در مملکت ما در طی این 34-35 سال چه گذشت. روند حرکت این حکومت در طی این سالها نهایتاً کارشو به اینجا رسوند که امروز هیچ کس دیگه در جهان قبولش نداره. ملت ایران که فاتحه این حکومت رو ذلیل خودش، در حالی که اینطور نیست. همونجور که متخصصین در برنامه امروز گفتن، آقای دکتر فرخ زندی، مهندس شاهین نژاد و اشاره هایی که بانو مهین ارجمند کردند، این حکومت میبایست حکومتی باشه از مردم بر مردم. این حکومت از مردم نبوده، فقط بر مردم. بنابراین حکومت این چنینی در هیچ جای جهان، در هیچ جای تاریخ دوام نیورده. اینها هم دوام نمیارن. بله، میرویم اون برمیکرد. برابری حقوق زن و مرد، تلاش پیگیری و هماهنگ سازمان
و پیروزی مردم سالاری را در سرزمین هایی که هرگز قانون فرهنگی چنین بار را نبودند میبینیم. و گرچه در صد سال که کار برای آزادی جز در زمان های کوتاه از جمله در دو سال و سه ماه و هشده روز زمامداری متعدد بزرگ و نخستین ماه های پس از انقلاب آن را لمس نکردیم، با این همه درست های ما چندان تویی نیست که از تجربه های فراوان درست های بزرگ آموزه ایم. باید به ایران اندیشیم که زمانه سخت هراسناک و حسرده است و گذار از این وقتی پرخطر هم بستگی همگانی را به گونه ضرورتی تاریخی پیش روی ما قرار میدهد. بیاییم همه برای ایران زیر یک شعار فراگیر و کارساز که جز طلب کردن مردم سالاری نیست بردارید. اندیشه بر سوگنامه وطن و ضرورت دستیابی به رهیافتهای خردگرایانه حزب ملت ایران و سه سازمان سیاسی دیگر، جنبش برای آزادی ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران نیروی سوم و حزب مردم ایران را به بنیادگذاری اتحاد حزبها و نیروهای ملی رهنمون گردید. باشد که دغدغه آینده مبهم ایران که دلهای ما را از فرسنگها را هموطنان عزیز، صدای پروانه فروهر رو شنیدید. اینها شخصیت‌های ماندنی هستند در تاریخ ایران. بیایید به ایران بیاندیشیم. اندیشیدن به ایران برای کسانی که امروز به چپاول ایران پرداختند کار غیر ممکنی است، برای اینکه اینها دزدان سرگردنی بودند که به هر دلیلی وارد ایران شدند، بر مسند قدرت نشستند و به چپاول جان و مال و هستی ایرانیان پرداختند. اما اینها به هیچ وجه ماندنی نیستند. اگر که من و شما به ایران بیاندیشیم، ما باید به ایران بیاندیشیم، ما باید این ایرانمون رو حفظ بکنیم. با تشکر مجدد از دکتر فرخ زندی، از مهندس شاهین نژاد و بانو مهین ارجمند که فراهم کردند شنیدن این صدای پروانه فروهر رو، هموطنان عزیز، ما وطنمون رو پس خواهیم گرفت، ما ایرانمون رو پس خواهیم گرفت، ما نهال آزادی رو میکاریم و با جانمون آبیاریش خواهیم کرد. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران، زنده باد تمام ایرانیانی که به ایران و فردای ایران فکر میکنن. آینده ایران در دستان شماست.